این چند هفته سه شنبه ها بازخانی قفلت های خودم رو دارم عرض میکنم عرض شد محضر شما که قفلت یعنی دیدن چیزی و جدی گرفتنش اونقدری که چیزهای دیگه دیده نشه اونقدر به چیزی توجه بشه که چیزهای دیگر دیده نشه اونی که اولویت نیست اولویت بشه اونی که اولویت هست کنار بره غافل نه کوره نه کره نه دیوانه است نه نادانه نه کم سواد لزومن غافل حواسش و نگاهش به جای دیگه است یه مسیر دیگه یه جای دیگه رو جدی گرفته آدمی هم که غافله به همه بیچارگی ها ممکنه گرفتار بشه جلسه گذشته به این آیه رسیدیم که پیغمبر اکرم رو خدا میفرماد خدا با اون همه رحمتش به پیغمبر با اون همه مهربانیش میفرماد که رو برگردون از اون کسانی که از ذکر ما رو برگردوندن از ذکر ما رو برگردوندن یعنی غافل شدن ولم یورد الا الحیات الدنیا اینا دنبال دنیا بودن کسی که دنبال دنیا بره پدر جد قافله جای دیگه هم که زوین للذین کفر الحیات الدنیا برای کفارم حیات دنیا رو تزین کردیم کافر شدن من اول ارز کنم که کفر یعنی چی؟ البته نمیخوام وارد مفصلش بشم که دم دستی بشه اول موضوع و ببینیم چرا اینجوریه چون ما گرفتار دنیاییم خدا انشالله ما رو از دنیا نجات بده کافر کیه؟ کافر کسیه که حقیقت را میپوشاند انکار میکند به همین سادگی یا آدمی که طلب طلبکارش رو انکار میکنه یه حقیقت را میپوشاند به همین اندازه کافر کسی که حقیقت خدا و خلق و اینا رو هم میپوشونه وقتی یقین داره انکار میکنه این میشه کافر کافر کیه؟ کافر کسی که میدونه خدا هست ولی انکار میکنه کسی که نمیدونه خدا هست موضوع بحث کفر نیست این احتمال بخشش مخشش داره کلا کسی که به صورت موجه جهل داره و خیلی خطرناک نیست نمیگم اصلا خطرناک نیست ولی خیلی خطرناک نیست موجه جهلش اونی که میدونه انکار میکنه خیلی خطرناک هیچ جای توجیه هم نداره خودش میدونه دیگه شما تو خیابون تصادف کنی ببخشید ندیدم میگه دیدم خواستم دیدم ماشینت خط و خش نداره خواستم بزنم بهش دیگه هر کاری کنی نه اما میگه ببخشید ممکنه این برگه بیمت هم نخواد یا بارو فدا سره اما عمدی زده باشی با حساب کتاب کافر کیه؟ کافر کسیه که میدونه خدا هست انکار میکنه میدونه پیغمبر پیغمبر انکار میکنه میدونه امیر المؤمنین امام انکار میکنه این کفرها احکامش فرق داره با هم اما همش کفره و کافر بهش نمیره کافر بوی بهشتم استشمام نمیکنه کفرم خیلی به ما نزدیکه حالا نمیخوام وارد بحث کفر بشم من اگر تو زندگی یه ظلمی به خانومم بکنم و بعدم زیر بار نرم اینم کفره کفر یعنی نپذیرفتن و گردن نگرفتن یک حقیقتی که من میدونم حقیقته خودم که میدونم نپذیرم به میگن کفر لذا ام الخبائس همه مشکلات اخلاقی اینه اونجایی که میدونم چی درسته چی غلطه نپذیره به میگن کفر بالاترین و بدترین کفر انکار حقیقت الله بعدش انکار حقیقت رسول الله بعدش انکار حقیقت امیر المومنینه توجه فرمودی من به یکی بدهکارم میدونم انکار کنم هم اینم به همونا ملحقه درسته یه خورده پایین ولی فرقی نمیکنه کافر رستگار نمیشه این کسی که حقیقتی رو میدونه قبول نمیکنه خدا به من نعمت داده این نعمت رو ندید بگیرم تبیر چیه قرآن کفرانه این نمی خدا بهت بابا ننه داده جسم سالم داده استعداد داده ندید بگیری برم شب خونه ببینم خانومم یه غذای درست کرده بالاخره میتونست نکنه لباس هم شسته میتونست نشوره یه وقتی برای یه موضوعی برام گذاشته میتونست نگذاره این نعمت رو ندید بگیره میگن کفران هر حقیقتی و کسی به فهم کتمان کنه خیلی خطرناک احتمال رستگاری خیلی پایینه برای کی؟ کافر بین منکر حقیقت الله و منکر حقیقت پیغمبر و منکر حقیقت امیر و منکر خیلی حقایق دیگه تو دنیا ممکنه اختلاف باشه در رفتار ما با اونا اما در قیامت هر که هر حقیقت مهمی رو کتمان کنه جز کفار برای همین منکر ولایت امیر را کافر تلقی کردن یعنی قیامت این رستگار نمیشه اگر حقیقت فهمید حالا خدا میخواد بگه چه جوری میشه یه نفر کافر میشه یعنی چی میشه که آدم یه حقیقتی رو کتمان میکنه میفرما زوین للذین کفرو کفار فرایند کف چیه حالا کف پس شد کتمان حقیقت آقا چه مرضی داری کاشانی که کتمان حقیقت میکنی فرایند میخواد آدم تو حالت عادی که یه حقیقتی رو کتمان بر چی بکنه الان اینجا بگم همونجور که می‌بینید خیلی تاریکه آدم تو حالت عادی هم چیکار نمیکنه آدم همونجور که می‌بینید این آبیه کتمان نمیکنه آدم حقیقتو نمیپوشونه حقیقتو آدم آقا شما نگاه کنید بعضی از اینا چقدر به رأی گردن به ما نزدیکتره سی سال 20 سال باباننه برای زحمت کشتن میگه برای من چیکار کردی این ادامه کفره چون یه حقیقت این همه کار میگه چی کار کردی یه انصافیت با ما یه لاک پشت افتاده بود تو بالکن خونهشون چند وعده به این غذا دادن کلی توقع داشتن از این لاک پشته 20 سال بزرگ میگه من چی کار کردی عجب کتمان و انکار حقیقت خیلی خطرناک حالا فرایندش چیه بحث اینو بحثو نمیخواستم مطرح کنم بحث ما کفر نبود خدا میفرما زوین للذین کفروا چی میشه که کفار کفار میشن الحیات و دنیا دنیا میتونه آدم رو به سمتی ببره که آدم کتمان کنه حقیقتو خیلی امیر و دوست دارین الحمدلله خب دنیا میتونه آدم رو به سمت دشمنی با همیلتون ببره این آدم تو ذهنش اینه که این چیزی که من دارم که به عالم فخر میفروشم سر به آسمان میزنم وقتی حب علی سلام الله دارم اینو چجوری جوری ممکن از دست ما بگیره دنیا خطرناک خطرناکه این محل پیوند قفلت با این بحث پیغمبر و خدا بهش فرمود ف عن من تولا عن ذکرنا از اون کسانی که از ذکر ما رو برگردوندن برو بابا یعنی زدن امدن به وادی غفلت ولم یرد الا الحیات الدنیا چی میشه چه که این کار کردن میگن دنبال یعنی فقط دنبال دنیا بودن کسی که فقط دنبال دنیا باشه اصلا به جز غفلت نمیتونه کاری بکنه کسی که فقط دنبال دنیا باشه مجبور اون چیزهایی که به دنیا آسیب میزنه تو ذهنش رو بذاره کنار این طرف میفرما زوین للذین کفروا الحیات الدنیا چی شد کفار کفار شدن چی شد که حقایق رو کتمان کردن میگه خیلی دنیا پیش چششون قشنگ اومد به شما میگن آقا یه ماشین دم دره سه بار بیشتر چپ نکرده کفشو همه دیدن رغبتی دیگه نداری بخری ارزون میده رغبتی نداری اما یه نفر بیارن به این کارشناس اول خودرو منطقه که تهرانه به این خودرو اختصاصی فلان فوتبالیست در فلان کشور عربی بوده اشتباهی با بار زدن اومده ایران اصلا روزی توه این با اون که چقدر فرق کرد زوینه یعنی همین قرآن آقا آیات رو بیان نکرده که ما یه تاریخ بخونیم او کفار مثلا بالای گوششون تیزی داشت یه پیشونیشون هم یه چش داشت مثلا قبلا از کردم یوها ها میکردن مثلا آتیش دندشون میمد نه آقا کفار هم یه آدم های معمولی هن. زوینا للذین کفر الحیات الدنیا تزینش میکنه یه ماشین رو به یه آدم خبره پدر سوخته دور از جون شما بدی یه جوری تزیینش میکنه که شما دیگه متوجه نشی این سه بار کفش آفتاب دیده ها یه آقایی یه انگشتر فیروزه خریده بود حالا ان صدا من نشنوه بهش بر نخوره مثلا 5 میلیون تومان یه رفیق داشت عشق فیروزه هر دفعه اینو دیده بود تا اومده بود دست بده از دور انگار که اون نبینه گوشته بود جیبش اون هی حساس شده بود که این چیه دست اینه گفته بود حالا نه حالا بعد هر حرف رو عوض کرده بود اینو تحریک کرده بود اون رفته بود سرویس این شروع کرد با تلفن حرف زدن مثلا داشت از سرویس می اومد بیرون گفت نه آقا من 170 تومن نمیارزه نمیصرفه من اصلا جلو رفیقا هم اینو نشون نمیدم من کجا بیارم دوز میزنه اینو این از سرویس اومده دو بیرون حرفشو قطع کرد یه جوری که همین قدا این بشنوه آقا این بیچاره رو تو کف این فیروزه دیویس میلیون تومن فیروزه پنج تومنی و به این بعد از سه ماه عملیات انداخت زوین للذین کفر الحیات و این شکلی یه کاری میکنه که این میگه آقا هر چی تو بگی بعد این آدم هم خبره بود این اون کاری که انداخته بود سنگ شناسم هم بود زوین للذین کفر و زوینه چجوری؟ یه کاری میکنه که دنیا براش زیبا جلوه کنه یکی از تلخترین صحنه های کربلا اینه که پناه میبرم به خدا امام حسین و توازر علیه من غررت و دنیا اونایی که اومدن او رو بکشن دنیا فریبشون داده بود پناه بر خدا یعنی شما اگر میخوای ریشه ی اینو نگاه کنی یه جاش دنیاست فقط توازر علیه من غررت و دنیا کسانی که دنیا اینا رو فریفته بود دنیا فیکه مثل اون انگشتر که به اندازه دیویس میلیون قلابی بود فیروزه پنی میلیونی بد نی ولی دیویس میلیون نبود اگر میگفتن چار و نیم خیلی میارزید اون دیویس میلیون قلابی بود دنیا اونی که نشون میده نیست وقت توازره علیه نگفت وقت توازره علیه پشت به پشت دم کسانی که امام حسین رو کشتن این مال زیارت اربعینه کسانی که دنیا دوست بودن ریشش این بود که من غررت خود دنیا دنیا اینا رو فریفته بود اینا خیال کرده بودن امام حسین یا دنیا مثل اون کسی که خیال کرده بود اون فیروزه دیویس میلیون میارزه اون فیروزه ده تومن هم نمیارزید بله با یه چیز دو مقایسه میکردی برنده شده بود اگه این گرفته بود دو تومن داده بود سودم کرده بود دنیا رو به ما عرضه نمی کنن که یه چیزی بیارزشتر بدیم دنیا رو عرضه میکنن که امیر الموین از ما بگیرن وقت توازر علیه من قررت دنیا انقدر بوده آدم به اسم اینکه ازدواج دوم که اب نداره شرعا مشکلی نداره چهار تا سه تا بچه داشته رفته ازدواج دیگه کرده حالا این تیکش رو فرود نمیکنم توش و زندگی اولش رو پاشونده از هم این این حرام قطعیه اون زن قبلی شیعه امیرالمومنین نبود اون بچه هات چی وقت توازل علیه من غررت و دنیا یه آب و, رنگ و یه چش و ابرو باعث ظلم میشه چی دادی چی گرفتی حالا معلوم کن لذا میفرما ها زوین للذین کفر الحیات الدنیا دنیا یعنی یه کاری میکنه تحریکت میکنه که این دوزاریه رو دیویست تومن خرجش کنی بقیه جام هم اینجوریه میفرماد کیا بودن که امام حسین رو کشتن نمیگه فقط ناپاک زادگان اون ناپاک زادگان هم کسای دیگه گرفتار دنیا بودن ولی واضحش کرده وقت توازر علیه من غررت و دنیا یعنی آیا ممکنه ارتباط من با اهل بیت آسیب بخوره؟ بله با حب دنیا بله خیلی خطرناکه پس و با احذه بالارض للادنا بعد هم میگه مفت گول خورد و شرا آخرته به ثمن الاوکس دنیا رو داد چی گرفت آن اون بدبخ خیلی بدبخت بود غلط زیادی هم زیاد کرده بود عمر نحس عمر ابن سعد مسلحت نبود دیگه نحس بود بد این با جای یه زمین ری وعده اد... زمین ری. آیا تو شیعیان داشتیم کسی رو که به خاطر دنیا از اهل بیت فاصله گرفته بوده مثال میزنم ببینید ما کسانی رو داریم که به امام رضا علیه و السلام و سلام جسارت کردن نستجیر و اله. روم نمیشه بگم چه جسارتی اینا وکلای امام و کازم بودن وکیل امام کاظم بوده یعنی امام کاظم سلام الله علیه فرموده ای میخواید به من یه پولی برسونید به این بدید انگار به من دادید مورد اعتماده خب آیا وکیل امام کاظم سلام الله علیه خطا نمیکنه امام کاظم خطا نمی کنه وکیل ممکنه خطا کنه چند تا از وکلا امام کاظم سلام الله علیه حضرت افتاد زندان همین جوری وجوهات می اومد دیدن خیلیه و نمیشد به حضرت تحویل بدن چون از, از زندان بود بخشی از اینو مصرف میکردن برای شیعان بخشش تلمبار شد حسابش رو چک میکرد میرفت تو اپلیکیشن بانک عباسی با دوره بنی عباس دیگه هی, هی روزی یه صفر اضافه میشه وقتی امام کاظم به شهادت رسید گفتن ما که نبودیم بغداد اونی که دفن کردن از کجا معلوم امام کاظم بوده تبانی بوده امام کاظم غایب شده رفته ان بعدا ظهور کنه وقتی امام غایبه هر کس ادعای امامت کنه دروغ میگه دیگه لذا نسبت به امام رضا سلام الله علیه بی کردن کیا بعضی از آخوندای وکیل امام کاظم پس آدم میتونه با سی هزار مسقال تلا امام بفروشه چون با سه سی هزار مسقال تلا یکیشون هفتاد هزار مسقال تلا یکی دیگه این کار کرده فکر نکنی فقط عمر سعد این کارو میکنه عمر سعد مشکلات پیشینی هم داشته زودتر خورده زمین این یکی هم ولی خورده زمین یعنی اگر من الان حساب کنم برم. امشب سهر اگر امام زمان رو با میاد خونه ما سهری من میتونم سهری بهش بدم یعنی میگم خب این گوشتو میشه برایش درست این گوشت میشه براش درست کنم این برنج میشه براش دم کنم چون حضرت که ناپاک نمیخوره حرام افنه امام متوجه میشه امام که ایچی نوکره امام برای علامه جعفری رحمت الله علی رفته بود درمان توی کشوری دعوتش کرده بودن به یه غذای وارد دم سفرانده بود در رفته بود رفته بود آقا پیش صابخونه رفت و من کسافت دیدم سر سفره نوکری از نوکران نوکرانش و رفته بودم میشه صابخونه گفته بود آره ما مغازه بسته بود مرغ زبه اسلامی نپیدا نکردیم از مارکت محل خریدیم تو اون کشور حالا امام زمان بیاد خونه ما من میتونم غذا جلوش بذارم بنزه یه کف دست نون خشک از اموالم سالم پیدا میشه اگر خدای نکرده مشکوکم باید بدونم این اون نقطه ای که شیطان میتونه منو تحریک کنه دست من از امام زمان کوتاه کنه از حب امیر کوتاه کن اون که رشوه میگیره یا رشوه میده فکر میکنه که حالا یه چیزی گرفتم یه کاری هم رو انداخت هیچ وقت فکر نمیکنه قرار حب امیر ازش بگیرن یعنی هیچ کسی این کارو نمیکنه و هر آدمی بگن امیرالمومنین حاضری بدی برای انقدر پول به این راحتی شاید قبول نکنه زوین للذین کفر الحیات و دنیا چی میشه که یکی کافر میشه پروسو روندش چیه که یه نفر حقیقت امیر المومنین حقیقت الله و کتبان میکنه یه چیزی از دنیا رو بهش دادن اینم ورداشتن تحریک کردن اینو خیلی ارزش من میدونه ولی اینکه اینو از دست نده آدمی که میزنه زیر طلب طلبکار کار چیکار میکنه؟ رو چه حساب این کار میکنه؟ چه جوری این کار رو میکنی؟ میگه نه که پولی به من ندادی الان هست یا آقای آبروداری شاید شما بشناسیدش یه معامله با یکی کرده من خیلی پای او گریه کردم قدیم یه معامله با یکی کرده طرف الان کلا منکر این پولو گرفته و این بنده خدا رو به عسرت وحشتناک انداخته یه آدم آبرودارو دار و ندارش و طرف بالا کشته. میگه من نه به کی دادی سند داری سند مال دادگاست تو که یادت گرفتی چی میشه که کتمان کنه زوینا للذین کفر الحیات و دنیا حالا الان کسی نگه آقا کفار گفته ها این شیعه امیر المومنینه. من توضیح دادم دیگه کافر کیه کافر اون که یه حقیقتی رو کتمان میکنه بنزه خودش میشه کافر این آیات قرآن راجع ما ها هست آیات قرآن و فرعون مرعون نیمی اینکه فرعون بود اون که نمرود بود نه آقا اگه یه ما... کتاب خاطره بود که شوهر او خانوم علی محمد افغانی میدادن ما بخونیم میدادن یه کتاب خاطره بخون قرآن کتاب خاطره نیست قرآن راجع ما داره حرف میزنه میگه کاشانی زویگن الالذین الحیات دنیا اگر میدونی چجوری میشه که یه حقیقتی رو کتمان کنی یعنی بری تو تیم کفار اینکه دنیا پیش چشت خوشگل جلوه کن دنیا بگم و دنیا برای کاشانی اینی که دارم رد میشم دست به من بکشید آه. کسی دیگه در خونش آتیش زدن کسی دیگه در قلعه خیبر کنده این این وسط گیجه دنیای هر کسی به نسبت خودشه فکر نکنید دنیا اون دختر است که اومد سراغ امیر یه شاعری خیلی قشنگین رو به تنز گفته قلت لدنیای لم ظلمت بنی علی المرتضا اب حسنی میگه به دنیا رفتن دنیا رو خانوم در نظر بگیر یه خانوم اومد محضر امیر یعنی همه زیبایی های دنیا شد یه آدم اومد محضر حضرت حضرت نگاشم نکرد ما رو نجات داد یکی باید بود دست ما رو بگیره بگن ما نگاه میکنیم به دنیا میخوریم زمین او دست ما رو میگیره یکی باید بود دست ما رو بگیره چند شب پیش جا بودم برف سنگی بود همه لیز میخوردن بعضی ها بودن لیز نمیخوردن دست واقعی هر میگرفتن اینشالله هم میره المومین دست ما رو بگیره میقول تو دنیا یا لم ظلم ت بنی علی ین المرتضا اول الحسنی چقدر ظلم کرد به بچه های علی دنیا می قالت یصف القلب و دلم با اینا صاف نمیشه چرا؟ ابو به طلاق ابو به ثلاث طلقنی بابا منو سه طلاق کرد منو زایه کرد اونی که حقیقت ایمانه یعنی کفرش صفره اون دنیا براش تزین نشده دیگه حقیقت دنیا رو میبینه من چارچنگولی میفتم توش چجوری میشه آدم چارچنگولی بیافته دنیا دنیا رو گرون جلوه میدن بهش میگه الان پول این طرف و بیخیالسی باهاش یه خونه اضافه میخری باهاش ماشین اضافه میخری باهاش یه ویلا اضافه میخری باهاش یه پرس غذا میخوری نه اوزو بلا خیلی مفتم گول میخورن البته کلامم اصلاح کنم کسی که خودشو به دنیا بفروشه مف فروخته لا تشترو به آیاتی فرمود ثمنا قلیلا مف نفروشید کی... چی میشه که من کافر میشم اینی که دنیا برام قشنگه دنیا برام قشنگه آقا من اگه بیام اینجا منبر برم شما به به این دنیای من بدبخت ممکن دنیای هر کسی متناسب با خودشه دنیای امام جماعت یعنی که مردم بگن نمازش با حال دنیای روزخون منبری اینی که چقدر گریه کرد دنیای سالک اینکه که چقدر من چشمم باز میشه نمیشه دیگران راجع من چی میگن دنیای مرجع تقلید تعداد مقلدینش ممکنه باشه دنیای هر کسی اونیه که توش گیره و اصلا همه گیرن خوش به اون کسانی که وارستن حالا من چون گفتم میخوام بیام با قفلت خودم حرف بزنم دیگه از شما اصخایی نمی کنم با چون خود بیچارم دارم حرف میزنم. من چی کار کنم؟ ما به مجالس ذکر نیاز داریم فرمود که ما اون مجالسی که توش یاد این که کی ممکنه نجاتت بده تو روز من همین بدبختی هم که اینجا هستم اما الان چون راجع به قفلت دارم حرف میزنم یاد بیچارگاه خودم افتادم ممکن اشک من بیاد تو روز ولی اینجوری نی حواسم پرت خوشبال اون کسانی که لحظه ای از خودشون غافل نیستن این جلسات جلسات تمرینیه مسابقه تدارکاتیه خدا روزی کنه که تو خلوتمون اهل ذکر باشیم این جلسات جلسه بازی تدارکاتیه من بیام اینجا تو خونه خدا چند سال اینجا عبادت شده یاد این بیفتم که من چند دفعه گول خوردم ما اگر یه نفر بگن آقا اینو می‌بینی؟ آقا ما بود یکی بود یه جایی نمیخوام آدرس بدم فامیلش به من میگفت ایشونو باید بگیرن معامله نکنه بعضش خوب بود یه ارسی بهش بود هی hey, معامله میکرد با هر معامله 20 درصد مالش رو میبرده ما تو بیشین بخور دیگه به همین میگفت این احمقه با هر کی معامله میکنه شکست میخوره من یاد خودم میفتم یه چند دفعه معامله کردی زوینه للذین کفر الحیات و دونه. چند دفعه به انداخته الان داشتم مثال می‌زدم یه فیروزه رو یکی به یکی انداخت انقدر ضرر کرد من عمرم رو باختم دو ستا جمله از امام سجاد میخونم بحث و نگر میدارم یکی از اون جاهایی که به ما کمک میکنه کمتر گول دنیا رو بخوریم تماشا کردن آدم حسابیاست آدمای ویژه زین العابدین خدا روزی کنه ما با امام سجاد رفیق بشیم خدا شاهد اگر با امام سجاد رفیق بشید و تازه آدم میفهمه پشگرمی یعنی چی من فقط تعریفشو رو دارم میکنم مثل اون آدمی هم که بایستاده بغل لبو داره داد میزنه داغه لبو شیرین داغ وگرنه تو کلامم اثر بود یه دو امام سجاد این کتابی که به دست ما رسیده آقا یه گنج عجیبیه این صحیفه یه دعاشو چند تا رو میخونم امشب میخواستم بیام میگاه که میدم این دعا خیلی مناسب منه یه صفحه بیشتر نیست دعای صحیفه رو با امان که دعا بخونیم سرتکون بدیم با لحن بخونیم نخونید سعی کنید معناشو بفهمید یا عربی بخونید معناشو بفهمید یا فارسیش هم همزمان بخونید یه خط یه خط بخونید نیازم نیست 300 صفحه 20 صفحه 40 صفحه میگه و کان من دعاهی. آقا اخلاقش این شکلی بود علیه السلام ازبطلیه وقتی گرفتار میشد یه کاری کرده که اینجوری نوشته یعنی خودش رو تو این مقام میدید او رعا مبتلن یا یه گرفتاری رو میدید به فضیحتن به زنبن یه گنهکاری رو میدید دید بعضی ها علنی ابراز اشتباه میکنه خدا منو و اونا رو نجات بده انشالا یکی رو دید اهل گناهه ولی حالتش یه جوری بود که نوشته اگه خودش مبتلا میشد معازل خودش که مبتلا نبود اما یه جوری نگاه میکرد انگار خودش مبتلاست من چرا خودم ایمن میدونم اینجوری میگفت به خدا اللهم لك الحمد على سترك بعد علمک خدا چجوری جوری از تو تشکر کنم تو رو ستایش کنم که میشناسی منو ولی پوشوندی میدونی و پوشوندی و معافات که بعد خبرک چشپوشی کردی بعد از اینکه آگاهی کل قد قدق طرف فلم تشهره کار زشتی انجام دادم منو آبرو نبردی ور تکب فلم تفضحه خودم خودمو عرض میکنم که جسارت به عزت غلطی کردم ولی منو رسوا نکردی تستر بالمصاب فلم تدلل علیه غرق در کسافت و بدی بودم و هستم تو منو به بقیه نشونم ندادی فعلا کم نهین لک قد اتینا چقدر گفتین کارا نکن من مرتکب شدم و امرن چقدر گفتین کارو بکن قد وقفتنا علی فتعدینا گفتین کار بکن به نفت من گوش نکرد و سیعت نکتسبنا ها خطیعت نرتکبنا چه غلط ها که نکردم کنتل المطلع و علیها دون ناظرین تو همه وجودم و با خبر بودی بقیه نمیدونستن و قادر علا اعلان فوق القادرین تو اگه اراده میکردی منو پرچم کرده بودی کانت آفیت و عافیت و بخشش و آقایی و کرمت یه پوششی انداخ رو من عافیت و کلن و دون ابسارهم نذاشتی بقیه هم بفهمن من اومدم اینجا منبرم دارم میرم تازه نمیدونن من کیم که و ردمندون من دون اسماهم میتونستی بفهمونی به اینا که اینجا نشستید حرف کیو دارید گوش میدید ولی توی کاری کرد اینا نشناسن ما من الاوره و اخفیت من الدخیله این چشم پوشی و پرده پوشی رو که انجام دادی برای من واعظن لنا اینو یه واعظ برای من قرار بده من الان خدا نگاه کن دارم راجع به قفلت با اینا حرف میزنم خودم تو نمیتونم اینجا بگم من چه بدبختیم اینم هم پایمن برای من هم نشستن اینو واعظ قرار بده و همیشه نیست و زاجرن انسو الخلق و سعین ال توبه لا تسمن الغفلة عنگ ما رو به غفلت خودت مبتلا نکن که کار به یه جایی برسه که طرف ابرازم میکنه چیکار میکنه دیگه نمی بینه دیگه دیگه هرچی این تزین بیشتر بشه زوین الذین کفروا الحیات و دنیا هر چی بیشتر تزینش کنن بیشتر خودشو خرج میکنه تا به اون برسه چی کار کنیم ما نجات پیدا کنیم اولین قدم اولین قدم چی آقا اولین قدم اینه که ما خدا داریم که داره ما رو میبینه به این توجه کنه یاد مرگ امیر المومی میخواست کسی رو درمان کنه یاد مرگ مینداختش فداش بشم لحظات آخر عمر شریفش بود اون خیبر شکن پاشو نمیتونست کم بده خیلی این اگر به من بگن جوان ترین صحنه از صحنه های امیرالمومنین و کلمه از کلمات امیرالمومنین چیه شاید 20 سال با بیچارگی خودم بیچاره امیرالمومنینم میفهمم که خیلی نمیفهممش اگه بگن کدوم جمله امیرالمومنین جوان مردانه ترین جمله حضرت من میگم این جمله چون آدما هیچی ندارن قپی میان اون که همه چی داره لحظات آخرش قبل از مرگ رو نمیتونست تکون بده از شدت ضعف اینم خرج ما کرد فرمود کفا موت واعظن ببینید علی داره میمیره دست پاشو تکون نمیتونه بده یه روزی به اینجا میرسید که دیگه نمیتونید دست و پاهاتون رو پا تکون بدید <laughs> همه رو خرج کرده برای هدایت ما فرمود کفا موت واعزن ببینید مرگ برای موعظه بسه اون دستی که قلعه خیبر رو بیدر کرد الان دیگه دستشو بالا نمیتونه بیار به قول اون شاعر بحرینی میگه اون کسی که شب تا صبح به نماز ایستاده بود حالا نمازش شکسته شد همونجور که دیدن دنیا تماشا کردنش مثال اون انگشتریاتون بیاد تماشا کردنش زمینه یه تزین میشه که او هی بپرورونه دیدن اهل بیت هم باعث ذکر میشه دیدن اهل بیت یعنی چی یعنی مجلس یه مجلس بنشینیم یه جمله راجع به اونا بگیم اهل بیت دوست نداشتن شما با رفقاتونم میشینید آقا میرید با هم یه قهوه بخورید توی کافه خدا روزی کنه که یه سلوات آدم بفرسته نه اینکه حالا یه کاری کنه بقیر الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج نه اینکه حالا حواس بقیر بخواد پرد کنه که زمینه های مشکلات دیگه پیدا بشه اهل بیت دوست داشتن ما دور هم میشینیم بلند میشیم یه بار یه جمله اینها رو ما چون غرقیم تو دنیا چهار گیر کردم گل دنیام است میکشه آدمو هی hey, میکشه پایین دست و پای آدمو به سمت غرق شدن اسمشون آدمو تکون میده اسمشون آدم رو بیدار میکنه یادشون آدم رو رقیق القلب میکنه توجه به زحماتشون توجه به این که او بیش از من برا پروندم گریه کرد این روایت رو عرض میکنم این روایت فرمود ما و صادق پیغمبران قضیت نکنید گفتن آقا ما محب پیغمبریم ما اسمش میاد صلوات میفرستیم فداش میشیم پیغمبر ماست فرمود پرونده تون به دستش میرسه دائم و اذیت میشه برای شما گریه میکن ما بشینیم اینجا من به بیچارگی خودم که فکر میکنم بعد یادم میافتم که شاید از, از زهرا یه سهری برای ما گریه کرد امام زمان هر با اونا فدا یه بار اسم مارم تو قنوتش برد من ممکنه صد جلسه شما پا منبرم بشین آخرم قیافه تو خیابون نشناسم چون من بیچارم اون اینجوری نیست که به تک تک ما یه جوری توجه میکنه انگار همین یه شیعه در داغون همین یه دونه رو داره یه جوری برا هدایت من کار میکنه که انگار کسی دیگه نیست شبانه روز مشغول منه شبانه روز مشغول شما هم هست آدم یاد اینا بیفته یه قدری انشالله دنیا پیش چشمش کوچک میشه هزار مثل من فدای این که بخواد اشک چشم او جاری بشه خدا نکنه که امام زمان به خاطر من چشمش گریون بشه بچه ناخلف باشه مادر تو قیابش رو به قبله براش گریه میکنه این بچه تو خیابون یکی حرفی مادرش بزنه یقه طرف رو پاره میکنه نمیدونه که خودش داره دلش رو آتیش میزنه یا صاحب از زمان دیگه وارد یه ماهی شدیم که خیلی ماه عجیبیه خدا نکنه ماه رجب تموم بشه و من هنوز به من اطلاق رجبی نشه یا من ارجوه لکل خیر با کی طرفیم ما شما به یه فقیر کمک میکنی بعد یه آشنایی باید بیره یه معرفی کنه و آمن و سخطه و اند کل شر اینجا شو منظورم یامن یعتل کثیر بالقلیل دنبال بهونه ای منو آدم کنی بر همینم تعملم میکنی عین یه مشتری که پای آدم وایستاده که آدمو به آخره معامله انجام بده و هیچ نیازی نداره ولی وایستاده یامن من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من ای که اگر ببخشن عطا میکنی عجیب اینجاست یا من یاتی من لم یسله من قبل از اینکه بیام توی این دنیا کی بودم که به تو بگم ما علی دوست بشیم فاطمه زهرا را دوست بداریم یا من یعطی من لم یسأل ما موقع نخواسته بودم و من لم یعرف نمیشناختم اصلا تحننن منه و رحمه تو فاطمه زهرا رو تو این دنیا آوردی و من بیچاره تو دیوار رو کجا میری خرید میکنی هر آدمی یه ثروتی داره یه محدود قیمت میده دیگه ها نامحدود کنی میخوای ماشین بخری هر چی باشی یه محدود قیمت داری اگر قرار به شایستگی بودا هیچ وقت ما رو جزو خریدارای اهل بیت نباید حساب میکردن ما رو آورده تو این دنیا ارکان عالم وجودم اجازه داده دوست بداریم و ما عجیب اینه که خودمون جز طرفدارای اینا میدونیم و این گردنمون براشون ورم میکنه یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه میگم تو که ما ازت نخواستیم ما رو سر سفره امام حسین نشوندی نمیدونیم کی و اسمش بیاد اشکمون جاری میشه نمیدونیم باسه چی تحمل روزشو نداریم نه چون رقیق قلبم من همون سنگدلی هم که غلط زیادی میکنم یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف تحننا تحننن و رحمه حالا ازت میخوام اعتنی به مسئلتی یک حالا اومدم خودم میگم چی میخوام امام سجاد توی مناجات ابو حمزه که خدا روزی کنه ما رمزون بخونیم میگه خدا یا حالا امام سجاد یاد داده ما چجور بگیم او هم البته از بس ادب داشته پیش خدا میگه خدای من تو این دنیا همش سعی کردم بین خوبا باشم خلاصه خودم رو قاطی اینا کردم اگر منو قیامت بخوای ببری پیش دشمنان امیر من که هیچی ولی پیغمبر خوشحال نمیشه پیغمبر خیلی زحمت ما رو کشیده که ما رو نبری پیش دشمنان امیر المؤمنین زهرای مرزیه بین در و دیوار نرفته که ما بریم ب... بین دشمنان امیر من هر کی هستم بین امیر و دشمنانش رو فرق قائلم دوست دارم به امیر المومنین باشه به خاطر پیغمبرت که دوستش داشتی دل پیغمبرت رو نشکن به خاطر حسینت که صورتش رو خاک قرار گرفت مجلس اهل بیت مجلس ذکره آدم یاد بیچارگیاش میفته پناه بر خدا از اون روزی که حسین جان ما اسم تو میبردن دلمون میلرزید با اینکه خوب نبودیم قیامت ببینیم تو به سمتی میری ما رو جای دیگه ای ببرن ما تو این دنیا دلمون این بود که اینجا باشیم دوست داشتیم با شما باشیم آنه دیگه تو اون دعای رجب میگه ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین وای از این که روز قیامت بگن اونجا کجاست بگن اون طرفدارای امام حسینی که تایید کردن اون چیه بگن اون است که صدیقه تاره رو میخواد ببره دوروبرش همون اون که تایید کردن خدای ما ضعیفیم اینم بگم و روزه بخونم فدای زین اولا بدیم بشم به ما یاد داده با خدا چجوری حرف بزنیم عرض میکنه به خدا که الهی لم یکن لی حولون میدونی من خیلی دلم میخواست آدم بشم الهی لم یکن لی حولون من توانشو ندارم به هین انمعصیت خیلی دلم میخواست آدم بشم نشد توبه کردم شکستم الهی لم یکن لی حولون فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ای لمحبتك تو منو با محبتت مگر اینکه که بیدار کنی آیا جمله ارز میکنم امیدوارم سید و امشب ما رو دعا کنه نمیدونم چرا دلم رفت اینجا اگر بگن اوج از خودگذشتگی اوجش کجاست شاید اوجش اینجاست اولیای خدا اصلا کمرشون میشکست بخوان راجبش حرف بزن تا وقتی کسی رو داشت صداش بلند نشد هی hey, شهدا رو برداشت برد خیمه دارالحرب دوباره وسط میدان عمر بنی هاشم که به شهادت رسید تنها تنها که شد رفت وسط میدان دنیا یا سید و این بود که جلوی اینها زبون باز نکنه اظهار عجز نکنه برای کسی که مظهر مناعت طبعه اما نگاه کردید ناموس خدا تنهاست و خودش زخم به بدنشه زمین بیفته اینا مورد جسارت قرار میگیرن رفت وسط میدان نظر یمینا و شمالن چپ و راست نگاهی کرد دید هیچ کس نمونده صداشو بلند کرد ناجوان مردی اینه که آدم برای خودش چیزی بخواد عین فتوت و جوان مردی اینه که آدم به خاطر دیگران رو بزنه رفت وسط میدان صداش بلند شد هل من ذابن یا ذبان حرم رسول الله کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه هل هله کردن گفتن بالاخره صداش بلند شد پشت سر ارتفعت اسوات و نسائب الاویل و صدای گریه خانوما بلند شد دلشون سوخ از لحظات آخر و عمرش داره از اینا درخواست میکنه صدای گریه خانوما که بلند شد مظهر غیرت خدا برگشت خدا به مردای ما غیرت به های ما بانوان ما افت بده خدا بین ما و اهل بیت برقرار کنه صدای گریه بلند شد مظهر غیرت خدا تحمل نکرد بمیرم برا زین العابدین برگشت اول فرمود تا من زندم نمیخوام صدای بلند شما را اینا بشنون صدای گریتون رو نمیخوام اینا بشنون بعد یه نگاهی به اینا کرد مرحوم مقررم نوشته سید دو شهده سلام الله علیه امام دیگه نگاه کرد دختر کوچیکه رو نگاه کرد تا شام و دید مادر شیرخوا را نگاه کرد منزل به منزل چه جوری شد و دید زینب کبرا را نگاه کرد این مسیر رو دید فرمود که یا بنات رسول الله ای دختر آی پیغمبر استعد دول البلا برای بلا آماده باشید ان الله حافظ کن خدا نگهدارتون باشه دختر وسطیه اومد جلو سن و سالی نداشت مثلا سیزده سالش بود گفت یا ابته ردنا و علا حرم <applause> <applause> ما که داعش رو دیدیم و حول و تکون شهرهایی که به حجوم داعشی ها نزدیک می یه ذره اینو بیشتر میفهمیم فهمیم بابا ما رو بین اینا تنها نذار سر مبارکش رو پایین انداخت و اون لو که القتال نامه کاری دیگه بر نمیاد یعنی وقتی جواب نشنید کانت تصیح و سکینه شروع کرد بلند بلند گریه کردن به همون سینه خونین دختر رو چسبوند فضمه ها الا صدرهی دختر رو به سینه خونین خودش چسبوند فهمون لا تهرقی قلبی به دمعه که حسرتان میخوام برم میدون جلو من اینجوری زجه نزن مادام من روح و فی جثمان تا من زندم تعمل ندارم بعد یه وسیعتی کرد که من از این جلوتر نمیرم فیضا مذی تو انت اولا بلتی. من از دنیا رفتم میدونی امد میاد تو قتلگان نزار تنها بمون